واکنش امرالله‌صالح در پیوند به نظم ستیزان و اوباشانی که میخواهند عطای شهید را با گشتزنی های بیجا و نمایش اسلحه و وسایل شکنجه اخلال کنند. همایش بزرگ مردم فاریاب در حمایت از تیم انتخاباتی دولت ساز. ملا ترخیل وزیر عج اوقاف را در ارگ لتوکوب کرد. انگلا مرکل در سفر به چین در زمان پخش سرود ملی کشورش نشست. خروس استرالیایی زنی را کشت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و این چینل را نیز سابسکرایب نمایید. امرالله‌صالح در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: از جناب احمد مسعود فرزند قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود به خاطر موقف بجا و مدنیشان در برابر نظم ستیزان و اوباشانی که میخواهند هفته شهید را با گشتنی های بیجا و نمایش اسلحه و وسایل شکنجه اخلال کنند سپاس و امتنان می نمایم. روایت مسعود نظم بود. روایت مسعود همدلی با مردم بود. روایت مسعود نظام بود. پس از فرزند او نیست توقع غیر از این نمی رفت. ما سالهاست بر ضد این رفتار خشن موقف گرفته و استاده ایم. تا مردم بدانند قهرمان ملی هیچ ربطی با رفتارهای سیاه این گروهک های خیابانی ندارد. همایش بزرگ مردم فاریاب در حمایت از تیم انتخاباتی دولت ساز. روز پنجشنبه 14 سنبله همایش بزرگ فاریابیان در حمایت از تیم انتخاباتی دولت ساز با حضور الحاج محمد یوسف غزنفر عضو ارشد رهبری تیم انتخاباتی دولت ساز در پارک شهرداری میمنه برگزار شد. این همایش که با اشتراک هزاران تن از شهروندان فاریاب هم از زنان و مردان را اندازی شده بود، بعد از تلاوت آیات از قرآن کریم، عبدالاحد، البیگ و رحمت الله راسخ مسئولین دفاتر ولایتی تیم انتخاباتی دولت ساز در فاریاب سخنرانی نمودند. صحبت کنندگان از تشریف آوری آقای غزنفر و هیئت همراهیشان در ولایت فاریاب ابراز قدردانی کرده اضافه نمود که فاریاب همانند گذشته ها دوباره تاریخ ساز خواهد شد و تیم انتخاباتی دولت ساز را پیروز خواهند کرد. با تعقیب صحبت کنندگان الحاج محمد یوسف غزنفر عضو ارشد رهبری تیم انتخاباتی دولت ساز فاریاب را خواستگاه تعلیم و تربیت، دانش و معرفت و زیستگاه مشاهیر، بزرگان و تاریخ نویسان خوانده اضافه نمود که یکی از تفاوت‌های فاریاب با دیگر ولایت کشور در این است که از تمامی اقوام و ملیت‌های مختلف کشور در این ولایت موجود هستند و با حفظ وحدت و یکپارچگی زیست دارند. به عبارت دیگر، فاریاب را از نظر مشارکت قومی میتوان افغانستان کوچک نامید. ملا ترخیل وزیر عج اوقاف را در ارگ لتوکوب کرد. وزارت عج و اوقاف میگوید که ملا ترخیل نماینده پیشین مردم در مجلس نمایندگان و برادرانش عبدالحکیم منیب وزیر عج اوقاف را در مسجد ارگ لتوکوب کرده است. در یک اعلامیه این وزارت آمده که این اتفاق روز جمعه 15 سنبله پس از ادای نماز جمعه در مسجد ارگ ریاست جمهوری اتفاق افتاده است. در اعلامیه آمده است که آقای منیب از سوی ملا ترخیل عضو پیشین مجلس، شاه وزیر و آجی خان ترخیل اعضای فعلی مجلس نمایندگان و برادران ملا ترخیل و سه تن دیگر از نزدیکان او نخست توهین و تحقیر شده و بعد از آن مورد برخورد فیزیکی قرار گرفته است. وزارت عج و اوقاف افزوده که پیش از این نیز این زورگویان وزیر عج و اوقاف را با استفاده از زور و اسلحه تهدید کرده بودند تا خواسته های نامشروع و غیر قانونی خود را بر او بقبولانند. این وزارت توهین و تحقیر وزیر در مسجد ارگ ریاست جمهوری را توهین به مساجد، وزارتها، علما و نظام خوانده و از مسئولان خواسته که شش عامل این قضیه را تحت پیگرد قرار دهند.
در اعلامیه از اشرف غنی رئیس حکومت وحدت ملی خواسته شده که این قضیه را به صورت جدی پیگیری کند و کسانی که با استفاده از سلاح و زور دست به بوجگیری میزنند را به پنجه قانون بسپارند. ملا ترخیل محمدی در کابل که سابقه یک دور وکالت را در مجلس هم دارد، پیش از این نیز بارها به زورگویی، بوجگیری و کارهای غیر قانونی متهم شده است. مرکل در سفر به چین در زمان پخش سرود ملی کشورش نشست. صدراعظم آلمان که دیروز جمعه برای دیدار با رهبران چین وارد این کشور شده، در زمان پخش سرود ملی کشورش در مراسم استقبال رسمی از وی مجبور به نشستن روی صندلی شد. با نقل از خبرگزاری اسوسییتد پرس، در تصاویری که از مراسم استقبال رسمی دیروز چین از مرکل با حضور لی کیچیانگ نخست وزیر این کشور منتشر شده، مرکل در این مراسم و در زمان پخش سرود ملی کشورش مجبور به نشستن بر روی صندلی شده است. رخدادی که مرتبط با لرزیدن‌های مکرر او در زمان دیدارهای رسمی اخیرش از جمله در فنلاند و شهر برلین است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان طی سفر خود با چالش مهم برقراری تعادل بین مطرح کردن نگرانی های حقوق بشری با مقام های چین و عمل به نفع مراودات اقتصادی با این کشور به عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری آلمان مواجه است. انگلا مرکل در چین با لی کیچیانگ نخست وزیر چین دیدار کرده و قرار است چین یکی از بزرگترین شرکای تجاری آلمان به شمار برود و این رابطه تجاری برای آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپا است اهمیت بالایی دارد، به خصوص آن که احتمال بروز یک دوره ریکورد در آلمان نیز مطرح شده است. خروس استرالیایی زنی را کشت. یک زن استرالیایی پس از آن که مورد حمله یک خروس قرار گرفت درگذشت. با گزارش اسپوتنیک با نقل از دسن، در جنوب استرالیا یک زن محسن پس از آن که خروس او را منقار زد، جان خود را از دست داد. این حادثه غم‌انگیز هنگام جمع‌آوری تخم‌ها رخ داد. گفته می‌شود که خروس با منقار زدنش شریان‌های اصلی خونی این زن را سوراخ کرده و او در نتیجه خونریزی بیش از حد جان داد. با گفته راجر بیارت، کارشناس پزشک عدلی در دانشگاه اتلاید، حیوانات اهلی می‌توانند برای افراد محسن بسیار خطرناک باشد. بیارد گفت به عنوان مثال گربه ها در خانه چنان خطرات را برای افراد سال خورده به وجود می آورند که حتی نمی توان در مورد آنها تصور نمود. گربه ها دوست دارند روی بند دست و پاهای خود را مالش دهند و به این ترتیب سالمندان را مجروح کنند. او به عنوان مثال حادثه ای را یادآوری نمود که در آن یک گربه با خراشیدن پای صاحب خود باعث مرگ او شد. دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهتر شدن محتویات بعدی این چینل می باشیم. لطفا نظریات مثبتتان را برای ما در کامنت بنویسید. این بود ویدیو امروزی. تا ویدیوی دیگر، خداوند یار و مددگارتان.